سلام و درود. سلام. خب بچه ها، اول بازم بگین که صدا و تصویر خوبه، لطفا به من بگین. سلام. خب اوکی، مرسی شادی. مرسی. خب خوبه، بلندتر سعی میکنم یکم بلندتر صحبت کنم. باش بچه ها، من الان تقریبا یه زینو بزنم اینجا، یه نیم ساعتی میشه که رسیدم خونه نسرین. از بچه های از فالوورای اینستاگرامه، از بچه هایی فکر کنم کانال هم هست، توی آلمان زندگی میکنه، اینجا سمت شریعتی، خیابان شریعتی آپارتمانی دارن که در اختیار من و سحر گذاشتم. صدا خیلی کمه. نمیدونم، اگر خیلی کمه دوباره برم از اول بیام. اگر فکر میکنین که صدا خوب نیست، چون من دیگه از این بلندتر واقعا نمیتونم صحبت بکنم. اوکی، حالا کسایی که صدا ضعیفه از هندزفری استفاده کنن، چون واقعا دیگه نمیدونم که من چیکار باید بکنم. خب خیلی هم میگن صدا خوبه. اوکی مرسی، احتمالا از نتشونم. آره دیگه، من فعلا این خونم، اینجا هم تنها هم خودم هم، خونم خیلی تمیز، خیلی مرتب. بعد خلاصه خواستم بگم که من مستقر شدم اینجا. حالا میخوام از صبح برنامه هامون رو بگم که چه اتفاقاتی امروز افتاد. شام نمیخورم میل نه، چون ناهار رو دیر خوردم و میلم ندارم. امروز صبح من، البته دیشب بهناز به من پیام داد که بزنم ببینم ریکوست کیه. الان بهناز به من پیام داد که خونه داییم اونجا میخواد اجاره بده و خیلی هم ناراحت بود. خودش میگفت شرمندم، نمیدونم الان چیکار کنم چی بگم. گفتم خب ناراحتی نداره، این خونه رو که برای همیشه به من نداده بودی، این موقت بود و من گفته بودم که خب یک روز قبلش به من بگی من خونه رو خالی میکنم. بعد دیگه من گفتم صبح خونه رو خالی میکنم و صبح ساعت 10 حرکت کردم سمت تهران. حدودا ساعت 12:30، آره 12:30 بود که رسیدم جلوی خونه تلیه. بعد با هم رفتیم سمت توچال، گفتیم یه 2-3 ساعتی با هم یه قدمی بزنیم، با هم یه پیاده روی داشته باشیم. بعد حالا ویدیو مسیج و اینا اونجا گرفتم. خیلی هم بارون شدیدی میبارید، تگرگ میبارید. یه 2-3 ساعت اونجا بودیم و با تلیه، عکس تلیه رو من امروز فرستادیم توی کانال. حالا کسایی که خواستن
میتونم ببینم. بعد هم آیدیش رو گذاشتم هم عکسش رو. کسایی که میخوان ارشادش بکنم برن از طریق آیدیش و باهاش صحبت کنم و ارشادش بکنم. بعد بچه من کامنت ها رو فعلا نمیخونم. بذاریم من اینا رو یه ذره جمع‌بندی بکنم بعد حالا میام کامنت ها رو میخونم. بعد دیگه ساعت 3-4 بود که تلیه نهار هم خرید، با هم نهار خوردیم، گفت نهار مهمون من، با هم یه کوبیده خیلی خوشمزه خوردیم. البته چون به خاطر ماه رمضون دیگه رستوران ها اونجا فضا نمیدن، ما گرفتیم و تو ماشین خوردیم، خیلی هم نهار عالی بود. بعد من با لیلی قرار داشتم. لیلی من دو سه شب قبل که یه لایو شبانه داشتم اونجا بچه ها اومدم من رو مثلا مسخره میکردن، لباس هم رو میگفتن بس دیگه این لباس ها پوسید و نمیدونم لباس دیگه بپوش. گفتم خب من لباس الان ندارم و نمیخوام هم بخرم، اگر کسی لباس دست دوم داره بیاره بده و من استفاده میکنم. بعد لیلی به من پیام داد که من یه چند دست لباس خیلی ترتمیز تقریبا در حد نو دارم و اینا رو من میتونم بدم بهت و استفاده نمی کنی. مال نمیدونم مال کیه گفت، مال شوهرش نبود، مال شوهرش محمد نبود، میکنم مال شوهر خواهرش بود. بعد دیگه ساعت 6 با لیلی قرار گذاشتیم و من رفتم میدون امامت سمت شرق تهران فکر میکنم دیگه، چون من با جی پی اس میرم زیاد آدرس ها رو حالا اشراف ندارم بهش. بعد رفتیم اونجا و من با ماشین تلیه رفتم. حالا آره قبل این که من با لیلی قرار بذارم با نسرین صحبت کردیم، نسرینی که الان من تو خونشونم، گفت که کلید دست یکی از فامیلامونه، آدرس رو داد و من تلیه گفت که خب با ماشین من برو، چون هم میخوای بری کلید رو بگیری هم بری لیلی رو ببینی ماشین بیرون اذیتت میکنه، با ماشین من برو که سریعتر بتونی کارات رو اوکی کنی. بعد دیگه من رفتم کلید رو از اونجا گرفتم و بعد رفتم پیش لیلی با ماشین تلیه بود باره رفتم. بعد لیلی اومد نشست تو ماشین و گفت لباسا رو آوردم و گفتم کجا میخوای بری؟ گفت عجله دارم. گفت میخوام برم سمت دردشت و اونجا یه خریدایی دارم و اونا رو میخوام انجام بدم. بعد یکم حالا صحبت کردیم، گفتم شغلت چیه، چند سالته، چند تا بچه داری، بعد با کی زندگی میکنی. بعد حالا فهمیدیم که با همسرش زندگی میکنه و دوتا دخترش فاطمه و زهرا بودن، یکیش 22 سالشونه یکیش 14-15 سالشونه، همسرش هم محمد. و گفت که ما تو کار تهیه غذا هستیم، نمیدونم از اون مطبخ های که هست یه همچین کاری، گفت با همدیگه کار میکنیم، من و محمد با همدیگه کار میکنیم. بعد از زیبا صحبت کرد و گفت من خیلی عاشق زیبام و من 2-3 ساله که مدام زیبا و لایف های زیبا و حالا شماها رو هم دنبال میکنم، من و سحر و سمیرا رو و همه تون رو میشناسم، یعنی باهاتون زندگی میکنم، مخصوصا زیبا که خیلی عاشقشم، یعنی بیش از حد دوستش دارم. و حتی گفت که هر موقع خواستی بری استانبول من یه چند تا هدیه برش دارم و نمیدونم یه بافتنی بافتم و میخوام اینو بدم بهش، چند تا خورد و خوراک و اینا. بعد گفتم خب بذار من یه کال کنم و بیا زیبا هم خب تو رو بشناسه دیگه، تو که این همه ابراز عشق و علاقه میکنی به زیبا، بذار زیبا هم تو رو بشناسه. خودش هم فکر کنم 46 سالش گفت، 46-47 سالش. بعد اهل لواسانه، شوهرش محمد هم گفت اهل اصفهانه. بعد دیگه توی کال داشتیم صحبت میکردیم، یکم ابراز علاقه کرد به زیبا و
این صحبت ها. بعد زیبا پرسید که خب الان محمد همسرت میدونه که تو اومدی پیش وحید و این هدیه ها رو میخوای به وحید بدی؟ و لیلی گفت نه، من میترسم، نه من نمیتونم بگم. یعنی بعد اون صحبت انقدر دچار استرس و بحران شده بود، انقدر دچار تنش شده بود که میگفت اصلا حالت تهوع دارم، فشارم افتاده، نمیدونم، یعنی حالش خوب نبود از استرس بالا و میترسید. گفتم خب برخورد فیزیکی داره آیا مثلا محمد باهات؟ گفت حالا جواب اون رو جوابش اصلا یادم نیست که چی گفت، فکر میکنم اصلا جواب نداد به اون سوالم. بعد دیگه زیبا گفت که من نظرم اینه که این لباسا رو اگر نظر من رو میخوای این لباسا رو به شرطی بپذیر که لیلی به همسرش محمد این جریان رو بگی، الان زنگ بزنه بگی که خب من لباسا رو با وحید قرار گذاشتم، میخوام این لباسا رو بدم به وحید. بعد دیگه من یکم بعد دیگه زیبا رفت و من خودم یه 10 دقیقه رو با لیلی صحبت کردم. گفتم خب تو که این همه ادعای عشق و علاقه میکنی، خب چه تأثیری زیبا روی زندگی تو داشته؟ تو یعنی انقدر میترسی که یه دونه یه قرار ساده رو که حالا مثلا دوتا لباس برای من آوردی نمیتونی با همسرت مطرح کنی، یعنی انقدر میترسی، انقدر تو خودت رو سرکوب و سانسور میکنی و انقدر مخفی کاری داری میکنی تو زندگی، خب بیا بگو حرفت رو، بیا اصلا هر عواقبش چی میخواد باشه، میخواد مثلا کتکت بزنه، میخواد طلاقت بده، میخواد چی کار بکنه. ولی گفت اصلا من نمیتونم و بعد فعلا نمیتونم، من زمان لازم دارم. و منم گفتم خب باشه دیگه، تو پس هدیهات رو هم ببر و همین دیگه. قضیه لیلی هم اینجا تموم شد و لباسا رو هم با خودش برد. گفت ولی لباسا رو براتون نگه میدارم، سعی میکنم که با همسرم بتونم صحبت بکنم و بگم که جریان چی. این هم قضیه لیلی. و بعد من دوباره برگشتم که ماشین رو بدم به تلیه و بعد بیام این آدرسی که نسرین داده بود، آدرس خونه نسرین رو پیدا کنم، که باز تلیه گفت که من هستم، بیا با هم بریم و پیدا کنیم، چون نزدیک خونه، تقریبا نزدیک خونه تلیه ایناست. بعد دیگه حدودا 1 ساعت هم طول کشید ما آدرس رو پیدا کنیم، یکم کوچه ها چون لوکیشن نداشتیم، آدرس رو فقط نوشته بودن. دیگه پیدا کردیم و من اومدم خونه و همین دیگه، الان در خدمت شما هستم. و اینم اتفاقات امروز بود که خلاصه وار گفتم بهت. اینم از وحید. زندگی مردم رو به هم نزد. خب این زندگی که یه زنی انقدر از همسرش میترسه، یعنی انگار مثلا چی بگم، انگار داعش، آدم از داعش چجوری میترسه، از یه کسی که شکنجه‌گره، انگار انقدر میترسه، این چه زندگیه؟ و خب قطعا این زندگی از ریشه و بنیان مشکل داره و این رابطه خیلی مشکل داره. تلیه چند سالشه؟ تلیه 40 سالشه فکر میکنه، از من 1-2 سال بزرگتر. نکنه تلیه ماشین رو میخواد بده به خودت؟ نه دیگه، ماشین رو برد دیگه. تلیه ماشین رو برد و بعد همین دیگه. بذار ببینم از بچه خودمونم کسی هست. من بازم صفحه زیبا هم اونجاست. من الان خونه نسرین هستم بچه ها. دیگه الان از اول لایف دارم توضیح میدم که من کجا هستم و امروز چه اتفاقاتی افتاده. و این خونه هم خیلی تمیزه، همه چیز داره، یعنی عالیه دیگه. یه اتاق خواب ترتمیز، یه آشپزخونه، یه سالن،
یعنی همه چیزش عالی و اوکی. همین. ولی خب نسرین هم گفته که فقط این خونه تحویل وحید و سحر، یعنی دیگه کسی دیگه ای نه. تلیه رو بگو بیاد. تلیه مخالفه حالا دوربین و عکس و ایناست. اون عکسی هم که امروز توی کانال فرستادیم من از پروفایلش سیو کردم و فرستادم. حالا تلیه هم کم کم میاد و ولی خب کارهایی که تلیه برای من انجام داده یعنی نمکگیر کرده منو، یعنی واقعا امیدوارم که حالا فرصتی پیش بیاد و منم بتونم یه کارهایی برش بکنم. و خب اجازه چی گرفتم ازش؟ بدون اجازه عکسشو فرستادی؟ عکس پروفایلشه دیگه، دیگه عکس پروفایل اجازه نمیخواد که. ولی گفتم که این عکسش رو میفرستم کانال، ولی اجازه نبود، خبری بود بهش گفتم بحث اجازه. سلام سحر، چطوری؟ سحر میخوای بیا بالا؟ یامان نمک گیر کرده. آره من خب ببینیم که تو کجا هستی و میایم حتما. سلام، این عینکم بردارم. سلام. اینو در بیارم. مرسی. نتت ضعیفه سحر، یکم قطع و وصل میشی. قطع و وصل میشم؟ الان بهتر نشد؟ نه بس تو اتاق تو خوب آنتن نمیده؟ اینجا چی؟ الان خوبم؟ یکم صدا قطع و وصل میشی. نه الان بهتر شد؟ بابا چه دیگه؟ ای بابا بذار صحبت کنم، ببینم صدا درست شد. فکر کنم اینجا چیز باشه. الان صدام خوب میاد یا برم جامو عوض کنم؟ باز بهتر از قبل الان، ولی صدات یه ذره بریده میاد. اشکال نداره، حالا دیگه باشه اشکال. چون تو رو خوب دارم. آره خب باید رفت خونه نسرین ها. ممنونم از نسرین. آره دیگه، آره یه یک ساعت میشه که اومدم. تو خونه روز هستی درسته؟ رو خونه روزا اومدیم بعد دیگه الان گفتم برای تو لایو اومدم تو اتاق یه ذره چیز بشه. سر صدا بیرون زیاد بود، اینو بذارم اینجا که دستم رو جز نکنه. زیبا دیگه، تصویر هم تو بره، صدا هم خوبه. اوکی. بکنم فهم بازش یه ذره چیز باش. آره. بعد امروز هم که خبر داشته دیگه، این پاپت سگ چیز دست منو جر داد. من فقط یه چند تا عکس دیدم، اصلا دنبال نکردم مطالب کانال رو. چی شده؟ کدوم سگ؟ ببین نگاه کن، نمیدونم اینجا الان خوب معلومه یا نه. عکسی ولی... دیدم آره، دستش اصلا یه جوری شدم. آره ببین چیز بود، سگه از جاروبرقی میترسید و صاحبش داشت جاروبرقی میکشید. بعد نادیا سگه هی پارس میکرد، نادیا هم عصبی شده بود، هی بهش میگفت برو بیرون. جاروبرقی رو میبرد طرفش، بعد موهاش داشت با این جاروبرقی کشیده میشد. منم مثلا اومدم چیز کنم، چون سگه خیلی منو دوست داره، با من خیلی خوبه. اومدم دیدم این موهاشو داره جاروبرقی میکشه، دستم اینجوری آوردم صورتشو بدم عقب که این بیاد پیش من. چون تو اون حالت استرس بود، این دست من که رفت سمتش یه دفعه اینو فکر کن مثلا از کجا اینجا بین انگشتام این قسمت قشنگ جر تو جر کرد. بعد
حالا زخماش مثلا مهم نبود، این دردی که این قسمت چون تاندون رو گرفته بود بعد اینجوری میکنه، اینش خیلی منو ترسوند، نمیتونستم مثلا انگشتام الانم راحت نمیتونم تکون بدم. دستاتو انگشتاتو ببین میتونم ولی راحت نه، مثلا درد میگیره دیگه. رفتیم درمونگا عکس برداری جان. و اینا بشه. آره رفتیم دکتر معاینه کرد، بعد گفت برو عکس برداری. خوشبختانه چیزی نبود، مثلا احتمال داد اولش، گفت چون خیلی درد میکنه شاید شکستگی باشه، ولی نبود دیگه. فقط گفت نمیخوادم ببندیش، ورمش بیشتر میشه، همینطوری فقط چیز کن، مثلا مواظبش باش دیگه، بهش فشار نیاد. بعد واکسن کوزاز و دیفتری اگه درست میگم اونو زد و گفت آنتیبیوتیک هم مصرف کن چون این زخماش چیزه احتمال چی زد گفتی آمپول چی زد؟ آمپول کوزاز میزنم فکر کنم یا چی میزنم؟ آره کوزاز و دیفتری دوتاش با هم بود. آره بعد دیگه خود خلاصه جالبه، وقتی هم که اومده بودیم از درمونگاه بیرون یه دفعه نادیا گفت بریم آب هویج بخوریم، بعد یه خانومی اومد از فالوورامون بود، رفته بود به نادیا گفت این سرکیانیه، هم گفته بود آره. گفتم چون همه منو میبینن میگن تو چقدر کوچولوتری، گفتم یه احتمالا توقع داشت یه هیکل اینجوری ببینه. آره کوزاز و دیپتری بچه ها درست میگین اینطوری. دیگه برخورد نادیا چی بود؟ مثلا ناراحت شد یا مثلا چی شد؟ مثلا تنبیهش کرد چی شد؟ ببین خیلی ناراحت شد، بعد خب سگ رو نمیشد کاریش بکنی، سگ رو خب فرستادش رو تراس، البته خیلی شاکی بود خود نادیا. بعد من گفتم خب این که کاری نکرد، یعنی تقصیری نداره دیگه، حیوونه، تو اون حالت نمیشه که بیایی مثلا بگی تو چرا این کاری کردی، من خودم نباید دستم رو میبردم نزدیک. ولی در کل سگ بیتربیتی هم واقعا نیست. ولی نادیا هم چیز شد که دیگه گفت همه هزینه های عکس برداری و اینا رو خودم میدم، بعد چون به هر حال سگ من این کارو کرد. صورت هزینه دکتر و عکس رو باید به جد دقیقش رو نمیدونم هنوز، ولی چون بیمه هم میده، چون من به خودش هم گفتم حالا اگه چیز باشه، گفت نه همه رو از بیمه میتونم بگیرم. ولی فکر میکنم نادیا چقدر شد کل هزینه ها؟ نمیشنم به منو الان. آره نه بگو هزینه ها چقدر شد میدونی؟ یعنی میدونی که بگو. آره تو لایوین بیا. سلام چقدر شد؟ سلام نمیدونم با هم صحبت کنم. جات خالیه. مرسی روزا، مرسی. امیدوارم باز ببینم. حتما میام، حتما میام اونجا. به هر حال الان بچه های زیادی تو اندیشه هستن دیگه الان. الان میبینم اصلا. هست یه لحظه. آره ببین بهارو برام کانتکت بهارم بفرست تا اینجا هستم، بهارم بهش پیام بدم. بهار یه خیابون فاصله داره با روزا، خیلی نزدیک خونه‌شون به روزا. آره میگه ادمین زیبا دستش کنده شد. الان این گاز گرفتن تو مثلا حس ترس داری از سگ یا هنوزم نمیترسی؟ نه نمیترسم،
چون که سگی ببین من بیکله نیستم، یه سگ حالت تهاجمی باشه بذار در اینجا رو ببندم صدا میاد. گفتم صدا تو صدا نگه. ببین یادت رفته بودیم علموت، بعد اون سگا چی میکردن؟ محسن گفت بریم، من گفتم اصلا من از اینجا جلوتر نمیام، چون میدونستم سگا حالت تهاجمی گرفته بودن. من خیلی از این نظر آدم محتاطیم، ولی این سگ انقدر آروم بود و انقدر با من خوب بود که اصلا انتظار همچین چیزی رو نداشتم، ولی ازش نمیترسم الان. آره پاپت اسمشه. نژاد چیه؟ چیزه، پامر اشپیتز. پامره، پس پامر، پامر اشپیتز، پامر اشپیتزه، مثلا پامر بزرگتره، نمیدونم تو تصویر نه اینقدر. ولی چیزه، ولی خب دیگه حواسم خیلی بیشتر جمع میکنم، یعنی این دفعه ببینم یه سگی کلش رفته تو جاروبرقی دیگه نمیرم نجاتش بدم. آره. بچه ها کامنت هاتون چیه؟ میگن کامنت بخونیم. بچه ها داشتیم صحبت میکردیم. آره سگم خب از من شاید ترسیده که گرفته دیگه. مرسی. خب وحید خونه نسرین چطوره؟ خوبه؟ خیلی خوبه، خیلی ترتمیز، خیلی همه چیز اوکیه، واقعا خیلی خوبه. آره. دو خواب داره ولی یه خوابش درش بسته است، گفت که چیزه وسیله خودشون توه دیگه. آره آره، یه اتاقش که یه دونه تخت یه نفره داره، بعد یه سالن و یه میز ناهارخوری و آشپزخونه و همه چیز دیگه، خیلی خونه جمع و جور و خوشگلی. میگه دستکش نخی موقع خواب دست کن. نه چرا دست کنم؟ دکتر حتی گفت نبندش که این زخم هوا بخوره، این فشار بهش نیاد. آره. استخون و ایناش آسیب که ندیده، مثلا ترکی برداره آسیبی ببینه؟ خود منم از همون میترسیدم، فقط ضرب دیدگیه، بعد با ورمه. حالا تو فیلم مشخص نمیشه ورمش، ولی اینجاش قشنگ اینجوری چیز شده، باد کرده. من همیشه میترسم انقدر، برای همین به سگا نزدیک نمیشم زیاد، میبینی اون فاصله ما همیشه از سگا حفظ میکنم، چون از اون گاز گرفتم. نه نگرفته، ولی خب اون ترس رو دارم، ولی تا حالا نه نگرفته، ترسه در من هست. بگیرن معلومه، مثلا تو قشنگ قیافه سگه میتونی بفهمی که این بگیر هست یا نیست، ولی خب میگم اینجا دیگه من صورتشو نمیدیدم، اومدم پشتش به من بود. آره خوب انتقام گرفته پس. آره بچه هایی که من اتفاقا گفتم، نادیا میگفت الان بچه ها میان تو لایو پاپت پوش میدن من ناراحت میشم، گفتم خیال راحت باشه الان همه میان خیلی هم از تشکر خوب کردی. آره امروز اصلا من جریانات گروه و کانال و اینا رو اصلا نمیدونم، خبر ندارم، اتفاق خاصی نیفتاده امروز به غیر از دست تو؟ خیلی اتفاق افتاده بود، من میدیدم یه سری ویدیو مسیج میاد، این میشه اون میشه، منتها خودم انقدر دیگه از ساعت چند بود و ساعت 3 اینا بود دیگه، ما مثلا 4 از خونه زدیم بیرون 10 رسیدیم اینجا، هی برو بیا اینجا، برو عکس برداری، خیلی خیلی چیز بود. خودم من در جریان زیاد نبودم، فقط میدونم که آگنس و هدا مثل این که زیبا رو به یه رستوران دعوت کرده بودن، حالا این ویدیو مسیجاشو تو پیج سمیرا فکر میکنم بذاره، که
مثل که زیبا قبول نکرد، بعد یعنی قبول نکرد که یه سری پیام ها اومد، حالا من غلط خلوص چیزی نگم اینجا، اینا شده بود. بعد دیگه ما هم که مشغول این چیز بودیم، تو خودت هم رفتی لیلی رو دیدی دیگه، درسته؟ بفهم. آره دیگه، من قضیه لیلی رو گفتم قبل تو. آره یه آره. توضیحی دادم که اومدم. آره. نفس وحیده میخواد دولار؟ نه نفس. سلام نفس خانوم، خوبی؟ منو یادت میاد دیگه چند روز قبل بوده، یه هفته در روز قبل خونتون بودم. بله یادمه. چقدر خوشگلی تو. مرسی. خرگوشش هم که دیدی دیگه. آره آره، اون روز خرگوشش رو تو همون بود دیگه. آره دیدم. اسمش چی بود؟ آرامش. آرامش؟ بله. خالم گذاشته همون آرزو. آها خالت اسمشو گذاشته. دیگه حیوان چی داشتی؟ یه حیوان دیگه هم داشتی؟ آره یه دونه مرغش بود که اسمش زردکی، کلن زرده، اسمش هم گذاشتم زردکی. اون کجا نیستش؟ اون توی اتاق خالمه. آره یه دونه چیز هم داره. چه اتاق خوشگلی هم داری، تخت و کمد قشنگ و نشون بدیم تو لال. بله. بیا اتاقش رو نشون بدیم، تخت و کمد. این چیه؟ نه آره اتاقش خیلی خوشگله. نفس بس من دوربین رو برگردونم ببینین چقدر این اتاق نفس تختش. این تخت تو تازه گرفته بودی؟ بله. خب کمدشه. اینا هم دستگاه پاکسازی صورته که خالش، مال خالشه، اینا دیگه واسه نفس نیست. این هم که من هم آره. خیلی خوشگل اتاقت نفس. من اینجا تو کامنت ها میبینم سمیرا نوشته من لایو هم لایو دارم. آخه مگه لایو ساعت 12 نبود؟ الان ساعت 11 فعلا. آره سمیرا میخواد بیا بالا. من دیدم دوازده سریع گذاشتم که دیگه به لایو سمیرا نخورم. تا لایو سمیرا چیز ببرنم. نه شاید به بچه سلام داشته میگه که من لایو میخوام بذارم، شاید منظورشون بوده. نمیدونم. آره موهات هم میگن خیلی خوشگل شده. آره موهای سهر من اینطوری خیلی بیشتر دوست دارم. آره. تا صاف میکنه اونم خوبه، ولی اینطوری خیلی. آره این خوبه، هیچی هم بهش نزدم و الان یعنی هیچی هم تو همون اومدم اینجوری مونده. آره. یه ساعت اونا جلو ای نه یعنی چی شد؟ مثل داستان زیبا میگه که عید شما میگه ساعت عوض شده. آره سمیرا ساعت عوض شده. ببین الان 11 ماست، یه ساعت مونده برای لایو تو. میخوای سمیرا بیا بالا؟ آره، یه دقیقه. آره ساعت 11:04 یه دقیقه بیا. آره سمیرا رو سمیرا بیا بذار از روی کامنت بیا. دیکلان کرد که حتما آمادگیشو ندارم. آخه خیلی بامزه بود. من داشتم با سمیر رو حرف می‌زدم، بعد اون خانومه که فالوورمون بود اصلا فکرم بیتا بود، یه دفعه میگه بیارم از چیز بیارش، یه دفعه گفت ای با سمیر رو چیه شدید؟ گفتم آره سمیر رو بود. سلام. من فکر کردم سلام هم دم شما، من فکر کردم الان 12. آخه من همیشه سلام. من همیشه وقت ساعت میکردم 8 میشد 11 و نیم ایران، 8 و نیم میشد 12 ایران. بعد دیگه دیدم نه 8 و نیم، گفتم خب الان 8 و نیم 12 ایرانه. بعد اومدم داشتم لایو داریم دیدم رفتم تو تبادل نوشتم خوبه، من گفتم 12 لایو دارم وحید لایو گذاشته. آره من تعجب کردم کامنتت رو دیدم، چون من دیدم ساعت 12 استوری کردی، گفتم سری بذارم.
که به لایو تو نخورن. ساعت ایران رو تغییر دادن؟ مال ما رو کشیدن؟ نه، ساعت ایران نه، مال اینا عوض شده. ایران تغییر نداده امسال. همیشه 8 مام شد 11:30، 8:30 ایران، اما خب الان 11 ایران. بچه یه ذره ببخشی صدا میپیچه تو لایو. بچه ها اگر بعد لایو شما دیگه من لایومو بذارم دیگه، وای نستم 12 دیگه دیر میشه. نه بعد دیگه آره دیگه، من حرفا رو گفتم، من فقط خواستم اتفاقات امروز رو یه توضیحی بدم که مال هر روز رو هر روز میگی آدم دیگه فردا مطالب چیز نمیشه، آره زیاد نمیشه. خلاصه به اخبار و گفته، حالا تحلیل های خبری با تو. اخبار حوادث رو هم سحر گفت دیگه، سحر گازگرفتگیش رو اومد گفت و من باش حرف زدم سوانه رو من گفتم جان. من گفتم بذار من یه چیزی بگم، بچه ها میگن لایو در مورد چیه؟ غیبت درمانی میخوام بکنم. خیلی جنجالی میخوام. بذارید جدی باشم برای لایو. الان من میخندم برای لایو دیگه یادم میره عصبانی بودم. الان خنده ها تو بکن بیری تو لایوت جدی باشی. عصبانی هستی هستی تو؟ در مورد کی میخوای چیز کنی اون عصبانیتت رو نشون بده؟ در مورد شکوفه. آره در مورد شکوفه میخوام. ببین چون من هیچ وقت در مورد شکوفه حرف نزدم، هیچ وقت. من تو کامنت هاش گوش میدادم اونم میخوندم، اما دیگه امروز احساس کردم که باید بیام بگم دیگه چیزایی که ناراحت. من به خاطر زیبا همیشه میگفتم ولش کن، حالا چیزی نگم به خاطر. نه خب بیا بگو دیگه. من همونطور که شکوفه ناراحتیش رو میاد تو گروه هی در مورد تو میگه، خب تو هم بیا تو لایو بگو دیگه هر حرفی داری. نه اصلا ببین ناراحتی نیست، اصلا کلن سیر خودم و شکوفه رو از اول که اومدم به گروه میخوام بگم تا اینجا تا الان این نقطه. و امشب هم دیگه حالا میگم بذار ببینم چجوری، ببینم مودم چجوریه. دستی که به مودم سیر تکاملی سمیرا و شکوفه از آقای دستش دیگه واقعا نمیدنم. من میگم واقعا گوش نمیدم پیاماشو، هیچ وقت پیاماش نکردم تو گروه ها. تو پیوی با هم داریم. من اصلا دلیل این زاویه شکوفه با تو، مخصوصا تو، با سحرم زاویه داره ها، ولی با تو بیشتره. من میدونم. آره من دلیلش رو واقعا متوجه نشدم تا به حال. حالا اونا رو توضیح بده، ما هم در جریانش باشیم. شکوفه آخرین حرکتی که کرد و من خیلی بدم اومد در مورد همین قضیه علی امیری و نوشین بود. ببین همه بچه ها می دونن که من خیلی من و سمیرا یه زمانی با علی امیری خیلی صمیمی بودیم. آخرین باری هم که من علی رو دیدم اومدم به زیبا گفتم مثلا انقدر این خوب بود، انقدر این مثلا احساس خوبی ازش گرفتم که زیبا حتی گفتش که خب مثلا بهش بگو میتونه بیاد تو گروه. یعنی هیچ دشمنی من باهاش نداشتم. و همینطور با نوشین، نوشین همیشه با من خیلی خوب بوده، همیشه خیلی چیز. ولی خب به هر حال آدم یه چیزی رو که بدونه میاد میگه. ولی شکوفه خیلی موذیانه، چون که این دوتا باهاش یه ذره مثلا ارتباط داشتن، یه ذره با هم حالا سلام علیکی چیزی داشتن، زودی اومد بحث رو کشید به اینکه مگه نگفتین کسی که تو گروه نیست نباید راجبش حرف بزنیم؟ یعنی چی؟ کسی که چند سال ادمین بوده، کسی که جز روابط نزدیک ما بوده، حالا اگه یه همچین سوتی داده باشه مسئله کوچیکی نیست، معلومه که ما بهش میپردازیم. بعد تو بیای مثلا اینجوری خودتو توجیه بکنی که چون تو گروه نیست من نمیخوام چی کنم. خب بیا بگو که میخوام پاچه خاری کنم یا میخوام مثلا هوای رفیقامو داشته باشم. اینجوری خیلی بهتره تا اینی که خودتو بزنی به اون راه. آره حالا بیاید من در مقابل آدمای دیگه راز دارم، خب
پس اون ادعا چی میشه که میای ادعا میکنی که من کنار زیبام، من همیشه باهاتونم؟ خب یعنی چی؟ این اصلا خیلی تناقض داره این جمله تا اون جمله که داری ادعا که داری میکنی. چیزی بگم، من اول لایف که شروع شده بود نگاه کردم، چون نوشته ها رو صورتمه درست ندیدم، صورت من افکت بود، البته الان فکر کنم دیگه افکت برداشته شد. اول لایف که اومدم چون متوجه نشده بودم. آره. اما الان برداشته نشدم، اشکال نداره. من اصلا متوجه نشدم که افکت بود. آره. منم نشدم. یعنی رو اونایی هست که پوستو شفاف میکنه، من خودم یک کیفی کردم اینجوری نگاه کردم گفتم حالا یه چیزی در مورد این افکت بگم. من پریشب بود یه لایو کتابخونی میخواستم بذارم، اون خونهی که خونه بهناز بود نورش کم بود، به زیبا یه دونه افکت گذاشتم، نورو خیلی خوشگل میکرد، منم یه ذره خوشگل تر کرد، به زیبا فرستادم، گفت نه نه لایف افکت نذاره، افکت نذاره. گفتم بابا خب یه ذره بذار خوشگل بشیم دیگه ما. ولی دیگه نذاشتم. افکت خاصی هم نبود، یه ذره مثلا نور رو چیز میکرد، تغییر میداد. این الان من الان همچین پوستم همچین خیلی جلا داده بود، خوشم اومد این لحظه. جلا داده. اگه زیبا میگم حالا نیستش، کجاست تو لایبه؟ زیبا دوباره من یه چیزی بگم تو لایب باشه. زیبا حالا سمیرا راز نده، من اون روز برگشتم گفتم میگفتید زیبا بود، من آبروداری میکردم صد بار. آره زیبا تو لایبه، زیبا تو لایبه، هر چی دلت میخواد بگی. آره میگم نه آبروداری کن نگه، صد بار اینو من گفتم موز آبروداری رو گفتم من چیکار کنم بگذری دیگه از این. نه اما واقعا جدی میگم، من همیشه مثلا پیش خودم هی میگفتم، اوایلی که اومده بودم گروه، خب به خاطر یکم که سنشم بیشتر بود اینو خیلی احترامی میذاشتم، هی میگفتم خب مثلا سنش بیشتره، هی میگفت هی میگفت، خیلی بعضی موقع خود لجم میگرفت کامنتاش، اما جوابشو نمیدادم. بعد دیگه هی گذشت، برای همین حالا من تو لایو خودم چیزشو شما خواستین حالا بیاین بالا میگم در مورد تمام این چیزایی که فکر خودم دیگه میگم، حالا هر کدومش که فکر میکنه اشتباهه میتونه خودش به طبق معمول وایس بده اگه فکر میکنه جایی از حرفم غلطه. نه خب شکوفه هم اصلا بهش بگو اگه دوست داره اونم بیاد تو لایف، اگر حرفی داره تو لایف بگه. نه نمیخوام بیارمش تو لایف، دوست داره بره وایس بذاره. من جدیدنو خیلی از سمیرا حساب میبرم، مثلا الان یکی از استرسام این شده که من برم ترکیه سمیرا هم باشه، بعد وید اونجا دیگه باید دست به سینه مؤدب بشیم ما میشه چرمونی. میگه سمیرا نمیدونم چیه لات فلان بیسار اچه بدبختی میکنی به خدا چه سم. حالا من همچین بچه ها میگن چرا همیشه حوله تحته، بچه ها سرده باور کنید سرده، من بخاری همونم روشن اما همش سردم، یه چیزی دارم بگو اصلا همش یه لرزی دارم. اینجا دیشب برف اومد، یک برفی دیروز اینجا اومد، البته امروز رفت، همش رفت آب شد. امروز زنگ زدم برای جواب آزمایشم، بعد گفتش که جواب آزمایشت اومده اما دکتر گفته که به احتیاج به آزمایش‌های بیشتری داریم بر که بگیم. گفتم نتیجه‌ش چیه؟ چون رسپشن بود کسی که تلفن‌ها رو جواب میدن، گفت من چیز پزشکی ندارم که بخوام برات بخونم، اطلاعات پزشکی ندارم، اما دو سه تا از آزمایشات آلارته، بعد باید دوباره بدی. 5 اپریل برام یه آزمایش دیگه گذاشت، من 9 با دکتر برام وقت گذاشت، گفت 5 یکی دیگه باشه که دکتر گفته 2 آزمایش رو داشته باشم، من 9 گفتش که دوباره برام وقت گذاشت برم. آزمایش چی بود سمیرا؟ ببین من 3 تا ازم آزمایش گرفتن، یه دونه آزمایش ادرار بود، یه دونه آزمایش خون بود، یه دونه از حالت مثلا روده
آزمایش برای روده بود. ستاشو. اما فقط آزمایش خونم رو گفته دوباره باید بدی. نه میگم برای چی بود؟ برای این ست بود یا برای چی؟ نه مال حالتی بود که گرفته بودم معده درد و خونت روده بود مال اون بود. آره بعد گفتش گفت باید یه بار دیگه گفت آزمایش خونتو بده ریویو باشه برامون، یعنی مطمئن بشی. بعد گفت چکش کنم، تا اون موقع تموم شده تا پنجام که بخوان آزمایش دیگه ای بگیرن چکش کنم نشه، گفت اونو بگیرم. بعد نهم گفت یه وقت برات میذاریم که دکتر ببینه. حالا من از صبح ترسیدم میگم چی اما چیزی نیست، نه بخاطر که مطمئن بشن دوباره یه آزمایش دیگه میگیرن. آره دیگه که بدونن کامل خوب شدی یا نه. آره خب کنم دیگه خوب باشه. آره نمیدونم حالا چرا. آره 46 دقیقه هم شده دیگه بکنم کافیه. پس مرسی. من 5 دقیقه دیگه لایو خودم رو میذارم. باشه. از این بعد من و وحیدم هر وقت تو لایو داشتی یعنی میریم 6-7 بار چک میکنیم که یه ساعت قبل و یه ساعت بعدش ما لایو نذاریم. الان میرم تمولون برم پاک کنم. دویدم رفتم چغلی کردم برای زیبا. ببرو ببین فوشینا ندادیم که فوش هم دادی منو فوش ولی جذبه داره قشنگ آدم حساب کار میاد دست بکش. بریم خدا بریم خدا بریم. مرسی بازم صفحه من بچه ها مرسی که بودین. بذار ببینم این چه بسته نمیشه.